دکتر، شب شما بخیر. خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. منم همینطور، بفرمایید. من سوالی که دارم از خدمتتون و موضوعی که باعث شده باهاتون تماس بگیرم اینه که میخوام بدونم آیا بعد از ازدواج چیزی به نام حریم خصوصی وجود داره، تعریفی وجود داره براش، و این حریم رو چجوری میشه تعریف کرد، حد و مرزش کجاست؟ ببینید عزیز، خوشحالم که تان دنبال همون بحثی است که با هم داشتیم. من و شما باز بر میگردم به دلیل اهمیتش. من و شما هرگز به راحت و رحمت نمیرسیم مگر اینکه تو اون چهار مثلث رحمت زندگی کنیم که واقعیت است و مسئولیت و اخلاق. پس اولا تمام همیشه ملاک من و شما مشخصه چی است. همونطور که شما فرض کنید در رابطتون با سایر انسان‌ها یا همسرتون یا فرزندانتون یه چارچوبی هست که از اون تجاوز نمی‌کنید. همونطور که تو رانندگی از جهت عکس حرکت‌ها حرکت نمی‌کنید، برای که می‌دونید برای خودتون دیگران خطر به وجود نمیاد. بنابراین در یه مفهوم به حال ازدواج، پس این اصول اخلاقی است. دوم میاد به این که در یه جامعه مفاهیم ارزشی کجاست، یعنی اونجا هم ذهنتون رو بخوام بهش متوجه کنم. بعد میرسه به این که چه چیزهایی رو ما بسیاری از اوقات خصوصی میدونیم، نه به خاطر این که برای ما اهمیت ویژه‌ای داره، به خاطر این که اصلا دیگری همون برای او هم بهتره که ندونه. مثال فرض بفرمایید که من و شما به عنوان یادم بزرگسال میریم دستشویی، ما یه تمایلی داریم به اینکه اینجا پرایوسی ما حفظ بشه، اینجا اون جنبه خصوصی بودن موضوع حفظ بشه. معناش نیست که در حقیقت علیه دیگری است، معناش این هست که این رو به عنوان یه چیزی که برمیگرده به روحیات و خلقیات انسانی پذیرفتیم و به همجاست که ما درها رو میبندیم. در اینجا کسی نمیتونه بگه ما مثلا زن و شوهریم یا پدر و پسریم، چرا که نه، مگر در شرایط استثنایی. مورد دوم، مادر شما به شما حرفی میزنه که این موضوع راز مادر شماست، ولی همسر شما حق نداره بگه مادر شما به شما چه گفت، از شما بخواد بپرسه، چون این موضوع موضوع مشترک زندگی زناشوییتون نیست. این موضوع مادری است که به پسرش یا به دخترش حرفی زده و این مطلب میان مادر و فرزنده. همسر نمیتونه مدعی بشه منم میخوام بدونم، حتی وقتی به او مرتبطه، به دلیل اینکه جز در مواردی که حالا شما بر اساس حرف مادر عملی میکنید که مسئولش البته شمایید نه مادر، اون موقع است که مسئله میتونه مطرح بشه. ولی مادر من آمده من حرفی زده، به برادر من یا به همسر من چه ارتباط داره؟ بنابراین اونجا مطرح است. سوم، مواردی هست که افراد اونها رو خیلی خیلی فردی و شخصی میدونن، یعنی تمایل دارن که اون رو پنهان کنن. فرض بفرمایید بنده دماغم یا گلوم یه حالی پیدا کرده، ترجیح میدم تو دستشویی در رو ببندم یا حتی شیر آبو باز کنم که با صدای اون مخلوط بشه، کسی رو آزار ندم، هیچ کس نمیتونه بگه تو اینجا اون محرمیت نداری. اما اینکه من وارد یه حریمی بشم که اون حریم اگر آشکار بشه پذیرفته نیست، یعنی فرض بفرمایید یه زنی یا مردی که همسر دارن، موضوع‌های نه زندگی زناشویی، موضوع‌های فردی و شخصیشون رو بخوان به عنوان دوست با دیگری در میان بذارن، در این گونه موارد مادام که هیچ که تقریبا به نظر من نمیشه ثابتش کرد به همسرشون و خانواده مرتبط نباشه، میتونه آزاد باشه، همونطور که شما با دکترتون درباره دردتون صحبت میکنید. اما غالب اوقات به اون مرتبط و حرفی که شما میزنید، حتی به گونه‌ای که ارائه می‌کنید و جوابی که می‌گیرید و نتیجه‌ای که می‌گیرید می‌تونه رو زندگیتون اثر بذاره. اینجاست که دیگه محرمانه بودن موضوع و خصوص بودن موضوع منتفی است. به همین جاست که بنده جز اون 50 باید و نباید که از این حرفای من این است که شما حق ندارید درباره مثلا زندگی زناشوییتون با هیچ کس بدون موافقت کامل همسرتون حرف بزنید. حق ندارید. و بعدن تازه علاوه بر اینکه مسئله حق مطرح است و اینکه راز همسرتون شما با کسی میتونید در میون بذارید، حتی وقتی بین شما دو نفره و شما جزئی و یا جزء مهمش هم از اون هستید، مسئله مهم این است که از 100 مورد 99 مورد هیچ فایده ای هم نداره گفتن با دیگران، تازه اوضاع رو بدتر میکنه. پس بنابراین چه ضرورتی داره؟ نتیجتا اون حریم خصوصی و محرمانه بودن برمیگرده به چیزی که خیلی از اوقات حتی خود ما رو به خاطر آشکار شدنش میتونه شرمنده کنه یا ناراحت کنه، که مثالاشو خدمتتون عرض کردم، ولی خارج از اون نه. و یا آدمایی هستن که یه انتظاراتی دارن که تعریف شده. بنده اتفاقا دیروز
دوستانی به مراجعه کردن که مثلا یکی از اونا معتقد بود با وجودی که سالها ازدواج کردن ترجیح میده در روز یا در نور مثلا همسرش بدن عریان او را نبینه. خب این بر نمیگرده به مسئله خصوص تنی، بر میگرده به یه مفهوم خجالت و یا یه احساس بد راجع به خود که سبب میشه فرد فکر کنه این حریم اوست. و در حالی که درست است که حریم اوست، او باید بدونه که این موضوع او یه مسئله روانی است که سبب شده این موضوع رو حریم خودش در ارتباط با همسرش بدونه. و تازه برمیگرده به یه محیطی مانند امریکا، ای بسا در یه منطقه دیگری از جهان که نظام ارزش‌ها این رابطه رو به گونه‌ای در آورده که باید در انکار و تاریکی و پنهان صورت بگیره، خب قصه دیگری خواهد بود. به همین جهت است که ما نمیتونیم مدعی اینا بشیم. روشن است که شما وقتی که با دوستتون یا کسی حرف میزنید، قرار بر این است که این موضوع بین شما و دوستتون باشه چون به اون مرتبط. ولی حتی اگر موضوع مسئله دوستتون مطرح باشه، موضوع خودتون، شما باید مطمئن بشید که همسر شما این رو به گونه دیگه بهش نگاه نمی کنه، یا شما در ارتباط با همسرتون چنین دید. بنابراین اونجا یه مقدار مرز و حدش پیچیده تر میشه. اینه که امروز حرف این است که زن و مرد به دلیل نه تنها عشق، به دلیل دوستی و صمیمیت، چون این دوتا متفاوتن، یعنی friendship and intimacy، وارد یه مرحله ای میشن علاوه بر عشق و محبتی که به هم دارن که با دیگری به گونه ای عمل میکنن که حتی با خودشون نیستن. یعنی حرفایی که حتی برخی از اوقات خودش با خودش هم نمیخواد بزنه یا جلو خودشو میگیره یا انکارش میکنه رو آدم مطرح میکنه، تا اونجایی که اصلا ملاک صمیمیت اینه که من اول حرف بزنم بعد فکر بکنم. یعنی من روزی همجوری حرفامو زدم، بعد فکر کردم، بعد به این نتیجه رسیدم که حرفم درسته یا غلطه، بعد گفتم ببخشید مسکی من اشتباه کردم، اون موقع من با شما صمیمه. روزی که شما فکر میکنید چی باید بگید چی نباید بگید، ممکنه برخی از اوقات لازم باشه، درستم باشه، خوبم باشه، حتی اخلاقی هم باشه، ولی صمیمی نیست. چون صمیمیت ایجاب میکنه که شما هر چی رو حس و احساس میکنید بیان کنید. و به همین جهت است که درجاتی داره. نتیجتاً رابطه میان زن و مرد به نظر من محرمیتش بیش از مسئله خصوصی بودنش اهمیت پیدا میکنه. و تازه بسیاری از اوقات ما از طریق این گشودن خودمون در ارتباط با دیگری است که واقعا اون صمیمیت رو موجب میشیم روزی که عریان حسمون، احساسمون، نظرمون رو دیگری میدونه و باهاش مسئله و مشکل نداریم. و شما به میزانی که آدم ها از این نظر باز و راحت هستن، به خودتون و به اونا در جهت بیان مطلب اعتماد و اطمینان میکنید و الا نمیکردید، مخصوصا وقتی بدونید اون آدم از آنچه که شما میگید علیه شما استفاده نمیکنه، اون وقت است که باش راحتید. ولی حریم ها در جوامع مختلف بسیار بسیار متفاوته. حتی برخی از اوقات پسر شما، دختر شما میاد به شما یه چیزی میگه، میگه که پدر به مادر این رو نگو. به نظر من جز در مواردی که واقعا ضرورت داره دانستن مادر، که اون موقع به فرزندتون میگید پسرم خواهش میکنم من اجازه بده یا خودت رو با مادر درگون بگذار، شما حق ندارید بگید. این همچنان یه رازیست بین شما و پسرتون یا دخترتون که با وجود این که به یک اعتبار قرار نیست باشه، به دلیل حرمتی که و حقی که برای فرزندتون قائلید میتونید رو نگه دارید. ولی در اینجا شما مطرح نیستید، شما مطرح نیستید، بلکه فرزندتونه که مطرح. همونطور که یه چنین کاری را اگر با همسر شما کرد، شما باید بفهمید و بپذیرید. امیدوارم این توضیحات احتمالاً پاسخی برای پرسش دقیق شما. من دو خطر دارم آقای دکتر، میتونم یه سوال دیگه از شما بپرسم؟ کوچولو بفرمایید، چون من به پیام ها و اخبار رسیدم. بفرمایید. سوال دیگه که من دارم در واقع موردی، در کاملا موردی میخوام ازتون بپرسم. خاصه یکی از خاصای اصلی که خانم من، همسر من از من داره اینه که دوست داره، توقع داره و خواهان اینه که هر اتفاقی در طی روز برای من افته، حتی این اتفاق کاری و رفاقی دوستانه، حتی بزن. چی فهمیدید؟ جمله آخرتون نفهمیدم. خاطر این هست که همه یه روز می افته رو وقتی من شب میام، من براتون مثل یه ذات صفر. نه ببینید، چون وقتم کم. ببینید عزیز، دو تا تمنا میکنم دقت کنید. ما دو تا دلیل برای این پرسش را داریم.
یکی میل ما به درک واقعیت و کشف حقیقت، یکی شک و سوء ظن ماست. اولا این باید روشن باشه. بنابراین روزی که من شما سوال میکنم باید بدونم میخوام واقعیت حقیقت رو بدونم و به دنبال اصلا جنبه خوب و مثبتم یا شک و سوء ظن من به دنبال جنبه منفی، تو اون تعیین کننده است. به همین جهت است که اصلا بزرگترین خیلی تفاوت بین عشق به حقیقت داشتن و شکاک و سوء ظنی رو عرض کنم که عدم حقیقت مطلق. کدوم نباشه دکتر؟ نه 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 نه، حتما یکی از این دو تا. صبر کنید، یک دو. سوالی پرسید. نه صبر کنید. صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید. دوم. بسیاری از اوقات اتفاقا کار ماها در روز طوری است که وقتی میریم خونه یه دلیلی که اصلا میریم خونه برای اینکه اون پرونده رو ببندیم، نه اینکه تازه پرونده رو باز کنیم. و اصلا شما ببینید مکانیزمی که مثلا مرد درگیرش هست یه مکانیزم دیگری است که در یه سطحی حرکت میکنه. وقتی میره خونه اگر با اون سطح باشه با تمام مدت جنگجو بمونه. اینی که میگم وقتی آقایون میان خونه یه نیم ساعت یه ساعت ولشون کنید تا از این طرف به اون طرفشن، حالا بشه با عنوان یه انسان خوب مهربون باشون برخورد کرد. بنابراین بسیار از اوقات شمایی که وارد این مراجع حالا میخواد اونها رو گزارش بدید، بعد رو به گزارش برای چی میشه میخواد چی سر بیاد. بسیار از اوقات آدما از این طریق میخوان توجه بگیرن، نمیخوام بگم حالا حتما برای شک و سوء ظن، توجه بگیرن، دوست دارن حرف زدن رو، دوست دارن برای که زندگیشون خالیه، خودشون مود. مثلا آدمایی که علاقمندن به اخبار، شما اگر من بگید من بیش از حد به اخبار علاقمندم، غالبا گفته میشه به دلیل اینکه خودتون خبری ندارید، در اینکه بخواید خبر رو بگیرید. اینا حتی عد و اندازه داره. بنابراین همیشه ریشه مسئله مهمه و چراییش. و بعدم برفرض که نشه چه میشه؟ چون شما ممکنه یه روز بگید حوصله ندارم، چون اوکی ول کن اصلا یه دقیقه دیگه هم نه یادش بشه نه حرفشو بزن. یه زمانی هست که نه، به این فکر کنید که چی از من پنهان میکنه، موقع ما گرفتاری، یا چرا دیگه به من علاقه نداره، چرا نمیخواد با من حرف بزنه، اون موقع مسئله دیگری است. در حالی که من خیلی راحت میتونم یه گزارش 2 ساعته رو تو 2 ثانیه بدم یا ندم، برای که اصلا حوصله ندارم، برای که دلم میخواد برای خودم هم تعریف کنم. علاوه خیلی از اوقات به خاطر اینکه حرفی نداریم، بسیار از اوقات من تو این جلساتی که دوستان با هم میرن بیرون، خیلی از اوقات میگه خب نظر تو راجع به امریکا چیه، برای که موضوع برای گفتن ندارم، میخوام نیم ساعت اون مشغول بشه، حالا مدن دیت. اینجا علائم خیلی خطرناک و بدیه. بنابراین همیشه تو این گونه موارد دو چیز عزیز مطرحه، یکی انگیزه چرا و یکی هدف برای چی. اینا اگر مشخص بشه نشون میده که آیا من این حق رو دارم یا نه. اونجاست که مسئله است. خیلی از اوقات هم آدم ها عادت دارن حرف بزنن، خیلی از اوقات آدم دارن حرف بشنون، خیلی از اوقات آدم ها فقط بخوان سر در بیارن، ولی غالب اوقات